سلام. در حال حاضر شما که این فیلم را نگاه میکنید فرزندی دارید که یک دوره آموزش مقدماتی یعنی ایتنرخون پروگرام را آغاز کرده است. ما با این فیلم میخواییم به شما و فرزندتان خوش آمد گفته و کمک کنیم فرزند شما شانس بهتری در مدرسه داشته باشد. آموزش مقدماتی دوره و موضوعاتی است که فرد برای ورود به ایتنرخون پروگرام و یا پایدار کردن کار نیاز دارد. و چه تعداد و چه نمراتی را باید بخوانیم به دبیرستان و کار شما بستگی دارد. آموزش مقدماتی در مورد یادگیری موضوعاتی است که فرد برای ورود به دبیرستان یا ایتنرخون پروگرام و یا پیدا کردن کار احتیاج دارد. تمام دوره ها آموزشی تقسیم می شود. چه تعداد و چه نمراتی را باید بگیریم به کار و یا رشته شما بستگی دارد. آموزش مقدماتی شما دوره های مربوط به دبستان و دبیرستان را می خوانید. برای ورود به دبستان و یا پیدا کردن کار اول باید دوره های دبستان را قبول شوید. در تمام دوره ها شما یک نمره نهایی دریافت می کنید. نمرات از A تا F هستند. نمره F به این معنی است که شما دوره را با موفقیت نگذرانده اید. نمره از A تا E به این معنی است که شما دوره را با موفقیت گذرانده اید. نمره A به این معنی است که شما دوره را با بهترین نمره قبول شده اید. نمره نهایی مجموع تمام موارد است که دانش آموز می تواند در طول تحصیل خود نشان دهد. پس این خیلی مهم است که در تمام روزهای مدرسه شرکت کرده و توانای خود را به معلم نشان دهیم. اگر ما در روزهای مدرسه شرکت نکنیم، شانس کمک گرفتن را از دست می دهیم و زمانی که معلم باید نمره بدهد را نمره دریافت نمی کنیم. اگر شما نتوانید دوره را با موفقیت سپری کنید، به دلیل این است که شما غیبت خیلی زیاد داشتید و نمره F می گیرید. نمره F به این معنی است که شما دوره را با موفقیت نگذراندید. و این بهتر است که پیگیر آنچه که در مدرسه اتفاق میافتد باشید. شما میتونید با سه طریق روی فرزندتان کنترل داشته باشید که در مدرسه چه میگذرد. یک، شما میتونید با فرزند خود در مورد آنچه که در مدرسه رخ میدهد صحبت کنید. کنجکاو شوید و بپرسید در هر درس چه میگذرد. دو، شما میتونید مستقیما با مدرسه در تماس باشید. تمام مدارس دارای یک مدیر است که رئیس مدرسه میباشد و تمام دانش آموزان دارای یک مشاور هستند که در تمام طول تحصیل از دانش آموز حمایت میکند. و این مهم است که زمانی که مدرسه شما را برای جلسه والدین دعوت میکنند حضور یابید. و اگر مشکل زبان دارید، مدرسه با کمال میل شما را کمک میکند تا یک مترجم پیدا کنید. سه، شما میتونید پیشرفت فرزند خود را همچنین در اسکولسوفت ببینید. اسکولسوفت یک به ابزار اینترنتی است و قابل دسترس برای دانلود است. و اگر فکر میکنید یادگیری اسکولسوفت دشوار است، میتونید از مدرسه فرزند خود کمک بگیرید. و اسکولسوفت بهترین روش برای کنترل و وضعیت چگونگی وضعیت فرزند شما میباشد. در سوئد به مدت 178 روز را به مدرسه می روید و به مدت 187 روز را تعطیل می باشید. و روزهایی قرار است به مدرسه بروید هیچ مدیری نمی تواند تعطیل اعلام کند. به همین دلیل است قانون سوئد می گوید دانش آموز باید از همه روزهای آموزشی خود بهره مند شود و اگر برای مراسم و یا سفر تعطیلی احتیاج دارید باید با مدرسه در میان بگذارید. اگر در زمان مدرسه به مدرسه نروید معلم غیبت رد می کند. بدین معنی است که شما بخش مهمی از آموزش را از دست داده اید. و اگر غیبت شما طولانی شود کمک هزینه تحصیل شما یعنی CSN کسر می شود و اگر غیبت شما بیش از حد طولانی شود شما کمک هزینه قبلا دریافت کرده اید را نیز باید پرداخت کنید و همچنین سایر کمک هزینه مانند کمک هزینه مسکن حق اولاد نیز از خانواده کسر می شود و این بدین معنی است که حضور شما در مدرسه خیلی مهم است و ما می خواهیم که شما در حضور در مدرسه آنچه را که باید یاد بگیرید را بیاموزید. اگر بیمار هستید با توجه به روال حضور و غیاب مدرسه به مدرسه خبر دهید یا از فرزند خود بخواهید با تماس تلفنی و یا در اسکولسوفت گزارش دهید. غیبت به دلیل مرضی هم میتواند روی یادگیری شما تاثیر بگذارد. پس مهم است در اسکولسوفت نگاه کنید و ببینید چه درسایی را از دست داده اید. برای موفقیت در تحصیلات شما باید در تمام دورهایی را که مدرسه ارائه می‌دهد شرکت کنید و تمام تکالیفی را که معلم می‌دهد را انجام دهید. اتفاق می‌افتد شما نمی‌توانید در مدرسه حضور یابید و تکالیف را انجام دهید. این مهم است که با مدرسه در میان بگذارید تا مدرسه با یک برنامه‌ریزی مناسب بتواند تمام کاستی‌های شما را جبران کند. و این مهم است اگر فرزند شما اختاری از طرف مدرسه غیبت غیر موجه یا نمره تحصیلش میگیرد با مدرسه مستقیما در تماس باشید و با یک برنامه‌ریزی با مدرسه بتوانید به فرزندتان کمک کنید. ما نهایت تلاش ما را میکنیم تا فرزند شما یک کار مناسب پیدا کند
و یک مدرک تحصیلی با نمره بالا بگیرد و بهترین راه موفقیت این است که ما به عنوان مدرسه و شما به عنوان خانواده با هم همکاری کنیم. شما همیشه باید با مدرسه در تماس باشید و بپرسید چگونه میتونید فرزندتان را کمک کنید و از فرزندتان در مورد مدرسه بپرسید و در اسکول سوفت نگاه کنید. با تشکر به صحبت های من گوش دادید. مجددا میخواهم که ورود شما را به دبیرستان خوش آمد بگویم.